در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. بینندگان عزیز سلامی دارم متواضعانه خدمت همه شما. برنامه دیگر از نگاهی به درون رو آغاز می کنم. در روزهای سوگواری عاشورا تسلیت دارم به تمام مسلمانانی که به این واقعه تاریخی به صورت یک مقاومت آزادی خواهانه در برابر ظلم و ستم و فساد حکومتی نگاه می کنند و درسی که از این پدیده تاریخی می گیرند کنار نیامدن با مفسدین اگرچه در مرجع قدرت و ایستادگی برای حقیقت اگرچه به قیمت جان. امروز قبل از اینکه به سوالات شما عزیزان بپردازم یک موردی رو علاقمندم فقط به اختصار اشاره کنم، ولی دعوت کنم از شما که به این مقاله به طور مفصل مراجعه کنید و این مقاله رو بخونید در پیام آشنا که یکی دو هفته دیگر بیرون خواهد آمد، چون فکر می کنم که یکی از بهترین شیوه های رشد و به خصوص تنویر افکار عمومی یا روشنگری گفتگو هست، به خصوص که وقتی گفتگو مکتوبه و طرفین گفتگو باورهاشون رو به صورت کلمات و جملات ثبت میکنن. حدود فکر میکنم 3-4 ماه پیش آقای جورج بوش پرزیدنت آمریکا در یکی از سخنرانی‌های خودش چندین بار لغت فاشیسم اسلامی رو به کار برد و یک نوع خصومت و یک نوع پرخاش و یک نوع در واقع خشمی رو نسبت به حوادثی که در منطقه رخ میده، به گونه‌ای که پر این گفتار به پر هویت دینی هم میگرفت. این سخنرانی رو من شنیدم، فکر میکنم ساعت 10:30 شب بود و موقعی که سخنرانی تموم شد، البته من بیشتر سخنرانی های آقای بوش درم احساس غم و اندوه و رنج و ناباوری و در واقع یک نوع گزندگی، یک نوع گزش نامطبوع به وجود میاره، اگرچه اعتقاد دارم دنیا با تروریسم باید مبارزه بسیار جدی بکنه، ولی گفتارهای او به گونه دیگه رسوب عاطفی در ذهن حداقل من بر جای میذاره. اون شب وقتی دیدم این احساس بعدو دارم، با خودم در خلوت صادقانه سوال کردم که چی بود در این گفتار. بعد دیدم که مثل اینکه وقتی که او لغت فاشیسم رو صرفاً به صورت پسوند یا پیشوندی برای اسلام انتخاب میکنه، من احساس میکنم که یه بخشی از هویت من که خب هویت اسلامی هست مورد حمله قرار میگیره، در حالی که من به هیچ عنوان هیچ نوع تجانس و هیچ نوع نزدیکی و هیچ نوع همحسی و هیچ نوع همدردی و هیچ نوع آشتی با خشونت‌های مقدس که اسمشو خشونت مقدس میذارن یا با تروریسم یا با سلطه دینی توأم با خشونت ندارم. فکر کردم چرا باید به من بر بخوره. بعد همینطور که فکر میکردم به یه چیزهایی در درون خودم رسیدم که فکر کردم شاید انسانهای دیگه مشابه من هم اونو تجربه کنم و یه مقاله نوشتم که این مقاله مفصل بود، در 1.5 صفحه بود و اشاره کردم به این که چه نوع سیاستهایی در جهان میتونه هیجانهای منفی در انسانها به وجود بیاره که به هیچ کس کمک نمی کنه و ما رو در رسیدن
به تفاهم، پذیرش تفاوتا، صلح، آشتی با دیگران، همجواری، ارتباط و اینترکنکتدنس نزدیک نمی کنه و هی تجزیه و تجزیه و تفرقه و تقسیم بندی و یک نوع دو قطبی کردن به وجود میاره. این مقاله مفصل بود، اما در یک بخش اون مقاله نوشتم که هفته گذشته پرزیدنت بوش در سخنان خود گفت بزرگترین دشمن ما در جهان امروز فاشیسم اسلامی است. از شنیدن این کلام گرفتار نوع آزردگی درمانی شدم. ما پیشنی آزردگی هستم و تقریبی نتیجه صفت اسلامی صورت پسوندی برای فاشیسم بخشی از هویت مرا جریحه‌دار کرده بود. اگرچه بیشترین بخش عمرم را در آمریکا زندگی کردم ولی هنوز هویتم ایرانی است و باز اگرچه طرفدار شیوه‌های انسان‌گرایانه رها از ایدئولوژی دینی هستم و پایبندی استواری به دین ندارم، هنوز ایرانی مسلمانم و تردیدی ندارم که میلیون‌ها ایرانی مسلمان بر روی یک طیف وسیع هویتی قرار دارند که بسیاری بود هویت ایرانیشان بر هویت اسلامی می‌چربد و برخی دیگر در هویت اسلامی استواری بیشتری دارند، ولی در هر کجای این طیف که قرار گرفته باشند هویتی مشترک ایرانی اسلامی دارند اگر در خانواده مسلمان به دنیا آمدند. و برای این گروه پیشوند یا پسوند فاشیسم در برابر اسلام نوعی آزردگی است که از بخشی از هویت آنها سرچشمه می‌گیرد. اما تردیدی نیست که در کلیه ادیان و در زمانهای مختلف تندروی‌های دینی سبب مصیبت‌های تاریخی گشت. این جمله اینجا بود و ما از یک به اصطلاح بعد به تفسیر روانی این هویت و این واکنش پرداخته بود. یک نشریه‌ای در سان دیگو منتشر میشه تحت عنوان بیداری که من تردید ندارم که عده‌ای انسان خوشنیت، یعنی انسان‌هایی که فکر می‌کنن تنها مصیبت ایران و تاریخ ایران از در واقع ورود اسلام به ایران آغاز شده و رو این مسئله یک نوع باور عمیق دارن، یک و اصولا با ادیان مخالفن، یعنی یک نشریه دین ستیزه که شاید یکی از بخشای کارهای روشنگری است که فکر میکنه میتونه مسائل خرافات رو در جهان، مسائل باورهای دینی رو تعدیل کنه و خدمت کنه. به هر حال من در نیت خیر این گروه آرزو دارم که تردید نکنم، تا این زمان هم نکردم. اما این نشریه که کلن 8 صفحه است، در 2 صفحه به این جمله من اعتراض و یک نوع تازش مؤدبانه داشتند، ولی چند سوال از من کردن توی این نشریه که نوشتن که به راستی دردآور است که یک بانوی تحصیل کرده، دکتر روانشناس که سالها هم از محیط اسلام زده و مذهبی دور بوده، هنوز خاطره کودکی این یه جمله شه. یه جمله دیگه نوشته از من کد کردن که پرسش نخست ما از دکتر فرنودی این است که آن روز که همین آقای بوش ایران را محور شرارت خواند شما آزرده شدید؟ البته، و نامه ای را به عنوان اعتراض امضا کردید. در جای دیگه نوشتن که اصلا چرا باید هویت تو هنوز ایرانی اسلامی باشه و یک ایرانی چه نیازی داره که هویتش اسلامی باشه؟ من ضمن درج خود متن این در واقع اعتراض مجله بیداری به
به خودم مقاله ای رو نوشتم که ضمن عرض سلام و ارادت پاسخ خود به مقاله شما را میفرستم، امیدوارم با احترام به قانون مطبوعات آن را چاپ کنید. در گفتگوی تلفنی به من گفتن مقاله شما را خیلی مختصر و کوتاه میتونیم چاپ کنیم. من به این مسئله اعتراض کردم که اگر دو صفحه میتونید اعتراض کنید، میباید دو صفحه هم بگذارید که به کسی که اعتراض کردید به شما پاسخ بده، اگر خود رو روشن فکر و اهل قلم میدونید. ولی خب محاضا من این مقاله رو نوشتم و به پیام آشنا دادم که کامل اون رو چاپ بکنن، ولی مقاله ای رو که پاسخ دادم این گناه آغاز کردم: نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم. و در اونجا به این نکته اشاره کردم که وقتی از من میپرسید که معنای هویت، وقتی از من میپرسید که چرا من هنوز هویتم اسلامیه، من به شما میخوام این رو بگم که شما دوستان قلم بردست، حداقل در این متنی که نوشتید به خوبی نشون میدید اصلا معنی هویت رو نمیدونید و گونه‌ای که هویت شکل میگیره نمیدانید و فکر میکنید که هویت مثل یه بلوزیه که من میپوشم، اگر رنگش خوب نبود در میارم یه بلوز دیگه میپوشم. هویت چیزیه که در هزاران میلیونها بدبستان یک کودک با محیط از ابتدای تولد او در حوزچه فرهنگی او شکل میگیره. و نوشتم هویت ما نه در خلا بلکه در حوزچه فرهنگی که در آن قرار داریم شکل میگیرد، و فرهنگ یعنی تمام چشمهایی از روابط انسانی و اجتماعی که ما در آن شناور هستیم. اگر چه حالا اگر بر نشریه بیداری این منطق حکومت میکند که چون حکومت اسلامی ایران آسیب‌های گران به سرزمین مادری ما و مردم سرزمین ما وارد آورده، لذا مسلمانان ایران باید با یک جراحی ماهرانه بخش هویت دینی خود را حذف نمایند، این پندار اولا صحیح نیست، در ثانی شیره این جراحی را هنوز شما پیدا نکردید. و من تنها چیزی رو که میدونم حمله به باورهای انسانهای باورمند آخرین شیوه نفوذ در آنهاست. من واقعا علاقمندم که این مقاله رو شما دوستان بخونید و ببینید که نظرتون راجع به اون چیه. من در اینجا به سادگی وقتی منو زیر استیضاح بردن که چرا هنوز من هویتم ایرانی اسلامی است، گفتم به دلیل اینکه من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم، برای اینکه ظهرها که از مدرسه برمیگشتم صدای از اون رو شنیدم، برای اینکه شبها جمعه به گفتار آقای راشد گوش کردم، برای اینکه در روزهای محرم سینه زنی دیدم، برای اینکه مادرم رو دیدم، مادر بزرگم رو دیدم، مادرم اون موقع نمازگزار نبود، مادر بزرگم رو دیدم که نماز میخوند، برای اینکه وقتی به مراجع دولتی مراجعه میکردم جایی داشت که دین رو مشخص میکرد و من در برابر اسلام علامت میگذاشتم، و برای اینکه در شناسنامم این هویت درج شده بود، برای اینکه در اون حوزچه فرهنگی بزرگ شدم. و اگر یک حکومتی در ایران آمد و بدکاری هایی داشت که برای همه ما دردآوره، این بدان معنا نیست که من از این بخش از هویتم که بخشی از بافت عاطفی روحی روانی من هست قیچی برمیدارم و قطع میکنم، چرا که من نطقای آقای احمدی نژاد دوست ندارم، یا چرا من حوادث 25 سال اخیر ایران رو دوست ندارم. نه، من بخشی از
اون حکومت اسلامی نیستم، نخواهم بود، رو در روی اون هم ایستادم. اما به این بهانه که آنها بر ایران حکومت میکنند، به دیگران اجازه نمیدم که بر این بخش از هویت من بتازند و اونها مجازن چنین کنند. من هم مجازم آزردگی تجربه کنم و من هم مجازم بر آن اعتراض کنم. واقعا دعوتتون میکنم که این مقاله رو در سایت مثل گویا دات کام برید، پیام آشنا، هنوز فکر نمی کنم چاپ شده، ولی اگر برید اونجا www.payamashna.com می توانید این مقاله رو، هم اصل مقاله رو، هم برداشتی رو که نشریه بیداری کرده، هم پاسخ من رو به اون بخونید. علت این که این رو تأکید می کنم این نیست که آنچه که من گفتم مهم هست و آنچه که آنها نوشتند مهم بوده، اینکه این نوع طرز تفکر و این نوع برخورد و این نوع در واقع تاخت بر باورهای گروهی انسان معمولا ریشه های مصیبت های عادی به دنبال داره، آتی به دنبال داره. ما می توانیم خدا باور باشیم یا نباشیم، می توانیم هویت دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم. من اطمینان دارم که وقتی از پیشرفت یهودیان ایرانی در اینجا سخن به میان میاد، همه ما یک بخش ایرانیمون احساس غرور میکنیم، ولی یهودیان ایرانی نوع دیگری این غرور رو تجربه میکنن، چون در حوزچه نزدیکتری به این هویت قرار دارن. و برای ما مسلمانان هم چنین هست. ما نه شرمنده کاری هستیم که حکومت اسلامی در ایران کرده، نه باج اونها رو ما باید بدیم، نه احساس گناهمون رو باید به دوش بکشیم. اگر مشارکت داشتیم در این ستم سیاسی تاریخی، بله، بار گناه و شرمش بر دوش ما هم هست. و الا این که ما مسلمانیم و باور اسلامی داریم یا هویت اسلامی داریم چیزی نیست که دیگران رو مجاز کنه که بر ما بتازند. به هر حال دوستان بسیاری بر روی خطوط هستند، پوزش میخوام، به شما عزیزان برمیگردم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید عزیزم، با شما هستم. هلو، بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. خانم فرنودی؟ جانم بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام، بفرمایید. خود خسته نباشید. ممنونتون. خانم، من یه سوالی داشتم. هفته پیش داشتم به حرفای آقای دکتر هولاکویی گوش میدادم، یه خانمی اومد روی خط باش صحبت میکرد که من عصبی هستم، برای هر چیزی عصبی میشم. توی حرفای آقای دکتر هولاکویی که داشت میگفت، گفتش که عصبی بودن ارثیه. بعدی که حرفش تموم شد، موقع آگهی که شد، من زنگ زدم پشت خط، خودشون برداشتن گفتن که در مورد چی میخوای با من صحبت کنی؟ گفتم آقا شما دارید اشتباه میکنید، این عصبی بودن ارثی نیست و اگر ارثی باشه خود خدا باید از همه عصبی تر باشه که ما رو درست کرده. گوشی رو من قطع کرد. بعد اومد روی خط گفتش که یه آقای زنگ زده و متاسفانه گوشی قطع شد و من چیز کردم، گوشی رو نتونستم باش صحبت بکنم. میخواستم ببینم بچه ای که توی شکم مادره نه اندیشه داره، نه عقل داره، نه اختیار تشخیص داره، نه انتخاب داره، آخه چطوری میتونه ارثی باشه عصبی بودنش؟ بله، نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه این آقای دکتر فقط گوینده است، شنونده نیست. اونها نفر داره به حرفش گوش میدن. اگر که این اشتباه بزرگو بکنه، خب اون اشخاصی که این حرف رو قبول میکنن میفذیرن، با این سخنات زندگی میکنن و با هر وقت عصبی میشن میگن ارثیه، هیچ وقت به خودشون نمیان. اگر خیلی زرنگن با سیستم باید بجنگن. انسان که غلط نیست که، درسته درسته، سیستمه که غلطه. بله، سوال شما الان به طور مشخص از من چیه؟ میخوام ببینم که این حرکت ارثیه؟
یعنی منظور شما اینه که آیا عصبیت ارثیه؟ بله. اجازه بدید من این رو اینجوری خدمتتون بگم. اولا لغت عصبیت در فارسی برابر لغت نوروسیس یا نوراتیک دیسوردر در برابر این نشسته. اگر این معنای دقیق رو از عصبیت داشته باشیم به معنی نوروسیس، خیر، این نیست که ارثیه. لغت دیگری نزدیک است که گاهی بعضی به نادرست در جای اون استفاده می کنن به اسم تمپر. تمپر یعنی اون مزاج، اون خلق و خو یا میزان واکنش های حسی ما نسبت به محرک های بیرونی. این یکی از مواردیه که پیش زمینه ارثی داره. یعنی چی؟ یعنی شما در اتاق شیرخوارگاه که بچه های یه روز دو روزه خوابیدن، اگر از دست نرس یه شیشه بطری شیر بیفته و بشکنه، میبینن 7-8 تا بچه‌ای که اونجا هستن، یکی ممکنه آهسته لای چشمشو باز کنه، یکی ممکنه یهو بیدارشه حقق کنه، یکی ممکنه بلرزه یهو تکون بخوره، یکی دیگه ممکنه خیلی شیون کنه و ریسه بره، یکی دیگه هم اصلا خواب باشه. بعد میگن این بچه ها نوع واکنش هاشون نسبت به محرک بیرونی، یعنی اون آستانه شدتی که لازم هست در این طفل واکنش به وجود بیاره، فرق داره. این حتی در انسانهای بزرگ هم همطوره. ما در لابراتوار آزمایشگاه روانشناسی که در دانشگاه جندی شاپور تأسیس کرده بودیم، دستگاه‌های ظریفی رو از خارج از کشور وارد کرده بودیم که آستانه حسی رو مثل حس درد، مثل حس فشار، این سرما و گرما رو اندازه می گرفتیم و می دیدیم که آدم ها یکی با یکی دیگه فرق داره. اما این که عصبیت یا نوروسیس یا نوراتیک دیسوردر این پدیده ارثیه، خیر، این یک پاسخ نادرسته، بلکه اون چیزی هست که این طبیعت در برخورد با محیط، اگر اون نوع واکنش هایی رو که سبب تکامل و سبب ظهور بالقوه های این طبیعت میشه، یعنی اگر تربیت طبیعت رو شکوفا نکنه، اگر محیط به این طبیعت فرصت تجلی و شکوفایی نده، تضادی که اونجا به وجود میاد ریشه عصبیته. خانم کارن هورنای در کتاب عصبیت و رشد آدمی که به فارسی هم آقای دکتر محمد جعفر مصطفی ترجمه کردن، نشر انتشارات بهجت این رو چاپ کرده، به خوبی این رو نشون داده که ریشه این عصبیت چی هست و چگونه فرم میگیره. من نمیدونم که پاسخ شما رو دادم یا نه. بله درست خانم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. استدعا میکنم. خواهش میکنم. لطفتون. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو. بله بفرمایید. خانم فرنودی با من هستین؟ بله عزیزم بفرمایید. حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. اولا خانم فرنودی، من شما رو از برنامه آقای میبودی در تلویزیون نایتی شناختم. کمی بلندتر میتونید صحبت کنید. اون موقع صحبت میکردین در مورد ایران، در مورد انقلاب و حتی یادم فرمودین که با آقای دکتر بازرگان فامیلیتی دارین و گاهی این برنامه ها در منزل شما تشکیل می شد و حتی به خاطرم حد می گفتین که با آقای حائری مطابق کردین و گفت آقای خمینی شعر میگه، آقای خمینی فوتبال بازی میکنه، که برای من خیلی عجیب بود. البته ناگفته نمانه هیتلرم نقاش خیلی خوبی بوده و احساس لطیفی هم داشته میشه تو این جنایتکارا. این چیز را پیدا کرد به گفته خود شما. بله. ولی خانم فرنودی، شما آیا به خردگرایی اعتقاد دارید؟ به چی گرایی؟ چه جواب منو بدین؟ ببخشید، به قرن 21 اعتقاد دارید؟ به قرن 21 اعتقاد دارم؟ بله. خب یعنی اعتقاد دارین که الان اینقدر
تکنولوژی و به ماه رفتن و به ستاره رفتن و به اینها، یعنی پیشرفتی که بشر کرده، آیا به این اعتقاد دارین که بسیار زیاد عقل آدم شکفته شده؟ بله بسیار زیاد. من دارین اینو؟ شاید الو. شاید من الو. بله شاید شاید شما نمیشنوام. من نمیدونم صدای منو نمیشنوید؟ الان شنیدم. بله من تردیدی شما نکنید که به پیشرفت انسان، به موفقیت‌های بشر در کشف جهان مادی که در اون قرار گرفته به شدت علاقه‌مندم، به شدت باورمندم. تردیدی در این نیست که من علم رو یک بخش بسیار 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 مهم زندگی انسان امروز میدونم. من تردیدی ندارم که در جهان امروز رازگونگی جهان به دست علم باز میشه و شکفته میشه. من تردیدی ندارم همان گونه که انسان در جهان علوم پیشرفت میکنه و جلو میره، در واقع نگاهش به هستی و نگاهش به خالق هستی دائما در حال تکامل و تغییره. الو. بله صحبتتون شنیدم، خیلی ممنونم. اجازه میدین من این سوال دیگرم بکنم؟ حتما. خانم فرمودی عزیز، آیا بر این اعتقاد هستید همطور که فرمودین که باور داریم، بر این باورم باشیم که بشر از روز روز باشه خردگرا میشه و پی میبره، که این اعتقاد و باورهای شما فرمایید این غلطه؟ جنگ کرده و آدم بکشه، کشته، خودش کشته شده، این سوباری خوبی بی خوده، آیا بر این اعتقاد هست در این قانونی حساب امام حسین شهید می کنن؟ آیا بر این اعتقاد هست این اسلام قضایی پدر همه رو در برده؟ آیا بر این اعتقاد هست این اعتقاد فرنودی عزیزم؟ من از تو عزیز توقع ندارم عزیزم. تو روانشناس منی. وقتی که من به شما گوش میدم دلم میخواد از همه نظر خردگرا باشی، از همه نظر شکوف. باور چی؟ باور به چی؟ شما باور به چیزی داشته باشید که برای آینده کاری میکنه، برای امروز کاری میکنه. حالا اجازه اما این تیره تو من ازت ممنونم، تیره نپوشیدی. واقعا ازت ممنونم. بس. دیگران که تیره میپوشن، سیاه میپوشن، میان میشینن، اون که مجری دلخواه منه و من صحبتهای سیاسیش و خردگرایش رو گوش میدم، وقتی که ببینم سیاه پوشیده امروز شده، من چی بگم به این آدم؟ خب. من ازتون ممنونم که وقت دادین من صحبت کنم. من شما رو دوست دارم. گاهی تا همیشه وقت نمی کنم صحبتاتون رو گوش میدم، اما دلم میخواه همون قشن شکفتگی هم در خردگرایی نسبت به مذهب باشی عزیز دلم. همونقدر. و شما وقتی که میگین که تو این انقلاب شرکت کردین، پس یه ذره سهم گناهم رو دوش شما هست عزیز دلم. نمیتونی بگی نه، چون من یادم شما گفتین در منزل شما این جلسه ها تشکیل میشد. چرا اون موقع شرکت نکردین؟ چرا اون موقع نگفتین این راه غلطه، این مذهب غلطه، این اسلام خشونته، این اسلام با خنجر اومده، با قمه اومده، با چاقو اومده، این نباید به حکومت، به حتی مردم آگاهی بدین، دست از این باوراشون بردارن. خدا توی کله ماست، خدا توی مغز ماست خانم عزیزم. چرا نمیخوایم اینو قبول کنیم در قرن 21؟ حالا الان خواهش میکنم، عرض میخوام، امیدوارم توهین بسیار نشده باشم، باور شما هم توهین نه، ولی میخوام خردگرا باشیم. مردم فکر کنیم ببینیم آیا اینا درسته، آیا این کارهای دست ما به عنوان باور میکنیم درسته. اجازه میدید که باید عربی رو قشنگ بخونیم بدونیم این کتاب چی گفته، من شما را حقیر کرده. اجازه میدید که ببخشید عزیزم، اجازه میدید که زن بدبخته، زن زیر عبا باشه،
زن چی میگیم؟ به هر حال عذر میخوام. خواهش میکنم. اجازه بدید که پس منو بشنوید از چیز. اول اشاره کردید که زن رو حقیر کرده و غیره و اینا. من تردیدی ندارم که به طور کلی در کلیه ادیان شما حقوق نابرابر برای زن میبینید. حالا ولی براتون خبر مهم دارم. اتفاقا تو همون مقاله نوشتم. جالب اینه که در کلاس واحد دومستیک وایلنس یا خشونت‌های خانگی ما اولین کوتی رو که از قانون انگلستان بیرون کشیدن در سال 1800 و نمیدونم 94 یه همچی چیزی در انگلستان، جالب اینه که در انگلستان قانون در سال، یعنی در 200 سال پیش، قانون هست که برای چه جرمی که زن انجام بده چه مجازات و تنبیه و کتکی که حتی تعدادش و میزانش و نوع وسیله‌ای که برای تنبیه زنان به کار میبره قانون براش وضع شده. 200 سال پیش. شما گله 1400 سال پیش رو نکنید، شما گله 6000 سال پیش رو نکنید، 200 سال پیش در اروپای عبور کرده از رنسانس، در اروپایی که ولتر و گوته و مونتسکیو و نمیدونم نویسندگان عهد رنسانس و فیلسوفان خردگرا سالها زمین فرهنگی اونجا رو شخم زدن، 200 سال پیش، خشونت علیه زنان هنوز ادامه داره. امروز در آمریکا بیشتر تحلیل‌های سیاسی میگن اگر چه هیلری کلینتون یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران آمریکاست، ولی آمریکا هنوز آماده یک رئیس جمهور زن نیست. تا امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم در آمریکا حقوق دستمزد زن و مرد برابر نیست و یک دلار خورده تفاوت بینش است. این مشکلات وجود داره. سعی نکنید همش رو تو دین ببینید و سعی نکنید همش رو تو یک دین ببینید. من مسئلم اینه. شما الان اشاره کردی به خرافات دینی. من یکی از خراف ستیزان سرسخت هستم. شما اشاره کردید به پدیده امروز که چرا بعضی ها سیاه پوشیدن و احساس خودشون، اگر نمایش میدن بدا به حالشون، اگر احساس خودشونه، من و شما باید آزادشون بگذاریم. همینطور که شما آزادید در باور خودتون، همینطور که شما آزادید امروز آمدید در روی این خط تلفنی همون گونه که میخواستید اعتراض کردید و از القابی استفاده کردید که برای پاره آزاردهنده میتونست باشه. بنابراین واقعیت اینه که ما جهان رو، مردم جهان رو به حال خودشون بگذاریم در اونجایی که راحتن زندگی کنن و از ما پذیرش و عشق ببینن تا بر آگاهیشون افسوده بشه. شما اشاره کردید به پدیده عاشورا. یکی از زیباترین نوشته های تحقیقاتی رو که من خوندم، اگر اشتباه نکنم از آقای دکتر بنو عزیزی از پژوهشگر سرشناس که پدیده عاشورا رو میدونی چجوری معنا کرده؟ گفته علت این که پدیده عاشورا 1400 سال در ایران دوام آورده و هرگز از بار عاطفی اون کاسته نشده اینه که در تمام زمانها و در تمام دورانها در ایران انسانی ستمگر و انسانهایی ستم دیده زندگی کردند. بنابراین امام حسین و شمر زمانه همزمان هم دوره ما زندگی میکنه و ایرانی با بزرگ داشته این مبارزه سلحشورانه، با بزرگ داشته این مقاومت آزادی خواهانه داره به یزیدهای زمانه پیام میده که تا پای جان برای مقابله با اونها ایستاده. حالا اگر ما از این زاویه به این پدیده تاریخی نگاه کنیم، شما بازم فکر میکنید که این جز خرافاته؟ اون وقت من به شما میگم این یکی از چشمهای جوشش
حقیقت جویی و پاسداری حقیقت جویی در برابر یزید زمانه، در برابر ستم زمانه، در برابر قلدر زمانه، و از زوایای مختلف میشه به مسئله نگاه کرد. این که شما اشاره کردید، آیا من فکر نمی کنم که پیروزی های جهان علم در واقع گستره باورهای دینی را محدودتر خواهد کرد یا نه؟ من اعتقاد دارم این اتفاق خواهد افتاد. علم به ابهامات بشر روشنی خواهد بخشید، اما هنوز اگر ما دین رو به عنوان سؤالی که انسان از هستی و چگونگی پیدایش هستی داره به اونجا قرار بدیم، اصلا علم و دین کاری به هم نخواهند داشت. در نهایت گویش‌های فلسفی بین این دو ادامه خواهد یافت، کما اینکه در پست مدرنیته یا در واقع آخرین نظریه های فلسفی بعد از مدرنیسم، یعنی بعد از ماتریالیسم دبش، الان در پست مدرنیته به خصوص جایی که فیزیک کوانتوم داره عرض و اندام میکنه، حوزچه های اندیشه های فرامادی داره گسترش پیدا میکنه. شما بخونید با کارهای هانس جوناس، فیلسوف یهودی الاصل، 14 جلد کتاب در این زمینه داره، فیلسوف معاصر یهودی الاصل در آمریکا، ببینید چگونه این حوزچه های اندیشه ورزی رو از هم جدا و مرتبط با هم میبینه. علم نیامده که تکلیف خالق هستی یا هستی و پیدایش اون رو روشن کنه، چنین ادعایی رو هم نداره. علم آمده پرده از رازگونگی جهان مادی برداره و در این کار شگفتی ها آفریده، و دین آمده ظاهراً که پاسخ به از کجا آمدم، به کجا می روم، آمدنم بهر چه بود رو جواب بده. هر کدام به گونه‌ای جواب دادن، این اندیشه متوقف نشده و انسان در این باره خواهد اندیشید، و این دو هیچ کاری به کار هم ندارن. بهترین کاری که شما میتونید بکنید، الان مدت 3 ماه آقای دکتر حقی استاد تاریخ علم از دانشگاه هاروارد و بنده در مؤسسه ابن سینا مناسبات علم و دین رو بررسی میکنیم، و این گفتگو ادامه داره و خوشبختانه مورد استقبال بسیاری از جوانان متفکر قرار گرفته و همه داریم از هم میآموزیم. من تردیدی ندارم، چون خودم رو یک خدا باور بروندینی میبینم، تردیدی ندارم که از همه این دوستان و اندیشه ها دائم میآموزم. منتها باز به شما هم توصیه میکنم بانوی عزیز، با تمام دلسوزی و لطفی که به اندیشه ورزی انسان دارید، توصیه میکنم بدانید حمله به باورهای انسانهای باورمند موجب رشد و تکامل اونها نمیشه. مثال زدم من در این مقاله، شما وقتی میخواید یه عضوی رو، یه کلیه رو به کلیه انسان پیوند بزنید، 1001 ملاحظه میکنند، تجانسش رو، تشابهش رو، توافقش رو، و تمام عوامل مخرب یا چیزی که میتونه تخریبی باشه، مزاحم رو شناسایی میکنن. ولی پزشک حاذق میدونه وقتی که عضو بیگانه ای رو میخواد پیوند بزنه، بدن تماماً یک پارچه تدافع میشه که این غریبه رو پس بزنه، و لذا مسئولیت بدن رو، مقاومت بدن رو به حد اقلش کاهش میده، حمله به باورهای انسانهای باورمند حالت تدافعی اونها رو بالا میبره، برای این که اندیشه های نوین رو نپذیرند. اگر حتی جراح ماهری هستید که مایلید افکار نو
نوزایی اندیشه رو به بدن باورهای کهنه پیوند بزنید، طبیب حاذقی باشید که مقاومت رو پایین بیارید. و برای این کار باید عضو مقاومتش پایین باشه تا شما رو بپذیره و شما بخشی از اون سیستم بشید. حمله به باورهای انسان باورمند او را مقاومتر میکنه، موجب تکامل او نمیشه. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. درود بر شما سرکار خانم سرمدی. من یکی از تماشاگرهای سالهای کمی بلندتر صحبت بفرمایید. بنده عرض کردم یکی از تماشاگران سابق قدیم شما هستن که چه در اون زمان که با جناب میبودی برنامه میگذاشتید، چه در زمانهایی که تنهایی برنامه میذاشتید، بنده همیشه از محضر شما استفاده کردم. لسته. امروز میخواستم پیرو حرف عرضت عالی اینو عرض بکنم که درست فرمودید که جامعه آمریکا حتی یک کشور پیشرفته‌ای که در جهان به هر حال نظر دموکراسی سرآمد بعضی از کشورها هست. کمی بلندتر صحبت بفرمایید. که زن در اونجا به مقام ریاست جمهوری برسه. درست میفهمید. دلیلش هم خیلی پرواز است. وقتی جامعه‌ای که دین همیشه توش حاکم بوده، حالا دین هر دینی میتونه باشه، همه ادیان از بعد به تولد وقتی انسان به دنیا میاد، مسائل دینی رو به صورت شستشو هر روز شبانه روزی با اونها مطرح میکنن تا لحظه‌ای که دار فانی رو بدا میکنه، این شخص طبیعی که همیشه فکر میکنه زن باید مقام پایین‌تری داشته باشه. پس بنابراین مادام که از این مسائل دینی جامعه مترفی، هر جامعه‌ای خودشو کاملا جدا نکنه، به اون آزادی‌های اصلی نخواهد رسید. دومین مسئله که من از حضور حضرت خواهش می‌کنم، بله اجازه بدید من اینی که شما گفتید که به باورهای کسانی که فرض کنید میخوان سیاه بپوشن برای امام حسین یا هر کسی، خب آزادن، آزاد بذارید. کاملا حرف شما درسته، با اصول دموکراسی بسیار بسیار حرف زیباییه. اما ببینید بانو فرنودی، ما شکوه نداریم یا گله نداریم یا به اصطلاح هیچ مسئله‌ای نداریم که چرا شخصی برای یک باوری سیاه میپوشه. اما اگر این باور به صورتی باشه که به بقیه بخواد یک نوع تبلیغ به اصطلاح دروغین بکنه و باورهای اطرافیان خودشو بهش به اصطلاح چجوری از بکنم توهین بکنه، اینجا جامعه سوال میکنه که من از شمایی که مشکی میپوشید میپرسم، آیا شمایی که پدر و مادر شما در بستر گاهواره بعد به تولد شما به شما اون همه زحمت میکشه و وقتی میمیره و بعد از 4 سال شما او رو فراموش میکنید، هرگز برای اون پدر مادری که هستی شما بعد از خدا که از نظر دینی بهش اعتقاد دارید که خالق همه جهان هستیه، این پدر و مادری که دست شما رو میگیره، مادر شیر میده، پدر و مادر راه رفتن یاد میده، زبان یاد میده، مدرسه و فلان و غیره، آیا بعد از 4 سال شما به یاد اونها سیاه نمی پوشید و بر سر خود نمی زنید؟ و اگر شما یه مقدار سمبولگرا هستید، دنبال سمبولیک می گردید، چرا در 1400 سال اگر به قبل برید، ما تاریخ ایرانی ها 7000 ساله داریم، آیا در طول این 7000 سال تا به امروز افرادی نبودن در جامعه خودتون که به عنوان سمبولیک شما برای اونها سیاه بپوشید، برای اونها گریه کنید، برای اونها شادی کنید؟ برای مثال آیا رضا شاه کبیر برای شما ملت تا پای جون وا نیستاد و در تبعید نشد در خارج جناب برای شما؟ جناب اجازه بدید چرا برای اون یاد نمی کنید؟ برای اجازه بدید برمیگردیم به تاریخ عزیزم، برای که خوردن دین کوروش ها. آقای عزیز در این رابطه بنده رو بله مستن. آقای عزیز اجازه بدید من اول دو نکته رو با شما به اصطلاح در میون بگذارم. یک نکته‌ای که اشاره کردید، علت این که هیلاری کلینتون یا آمریکا هنوز آماده پذیرش یک پرزیدنت زن نیست به دلیل اینکه در اینجا هم باورهای دینی حکومت داره، من با این جمله شما هم موافق هم مخالفم، حالا بهتون توضیح میدم. خانم اولین رید یک مردم شناس بسیار معروفی است که کتابی نوشت راجع به وومنز اِوولوشن، که این کتاب با وجود اینکه منظورش به اصطلاح تکامل زن در دوره‌های تاریخی بود، ولی در ایران به دلایل همون کنترل وزارت نمیدونم انتشارات و غیره، این کتاب رو عنوانی رو که روش گذاشتن، اتفاقا دوست نازنینم دکتر عنایت این رو ترجمه کرد، عنوانی که رو کتاب گذاشتن این بود، عنوانش بود انسان در عصر توحش، در حالی که عنوان اصلی کتاب این هست Woman's Evolution. در این کتاب
خانم ابلین رید. حالا جالبه که خانم دکتر مهرنگیز کار، خانم شهلا لاهیجی و یکی دیگر از دوستانشون که خاطرم نیست، در کتاب زن و هویت یا در شناخت هویت زن که دو جلدش بیرون آمد، جلد سومش بیرون نیامد، به خوبی این مسئله رو در ایران، در کتابی که در ایران به وجود اومد، این رو منعکس کردن. خانم ابلین رید اشاره میکنه که اصولاً به دلایلی که حالا من امیدوارم بینندگان مرد از من ناراحت نشن که فکر کنن من چون زن هستم چون این میگم، من دارم نقل قول میکنم از یک کتاب. خانم ابلین رید در این کتاب اشاره میکنن به این که در واقع انسان در سیر تکاملی و تمدنی خودش از این مراحل گذشته که آنچه ما به عنوان پایه‌های اصلی تمدن می‌بینیم به دست زنان بنا شده. یعنی چی؟ یعنی اولا زنان اولین معماران جهان هستند. چرا؟ به دلیل اینکه زن در عصر شکار که مرد می‌رفت به دنبال شکار، ولی زن به علت بارداری و به علت بچه‌ها ساکن می‌شد و یک جا می‌موند، اولین کشاورزان جهان هستند. چرا؟ چون یاد گرفتن که از تخم گیاهانی که در اطرافشون هست برای تغذیه بچه‌هاشون بکارن و بعد ببینن محصول بیرون میاد. بعد موقعی که زن کشاورزی رو پیدا کرد، یعنی زن اولین کشاورزان، جز اولین کشاورزانن، وقتی کشاورزی رو پیدا کرد، در نتیجه مازاد مصرف روزمرهش رو مجبور شد یه جای قایم کنه به ساختن کوزه هایی برای انبار آذوقه مشغول شد. بعد همین مدل رو وسیع تر کرد برای شلتر یا سرپوشی، سرپناهی برای خودش و بچه‌هاش. بنابراین کشاورزی رو زنان آغاز کردن، معماری رو زنان آغاز کردن. جالب اینه که لغت مدیسن یا پزشکی از الهه مدعا یا یکی از خدای بانوان یونان گرفته شده، چون اولین اطبای جهان هم زنان بودن و هنوز هم در پاره از قبایل اولیه آفریقا زنان پزشکانی هستند که درمان میکنن، یعنی در واقع گیاه ها رو میشناسن و دست شفا بخش دارن و به هر حال زنان این نقش درمان رو بر عهده دارن. بنابراین حالا جالب این هست که مرد به دنبال شکار دوان و زن در ایجاد زندگی ساکن و مستقر شتابان، دونه دونه کار. دامپروری رو زنان بنیان گذاشتن. چرا؟ وقتی از بچه های خودشون نگهداری میکردن، یاد گرفتن از بچه های حیوانات دیگه هم نگهداری کنن، در نتیجه رام کردن. بزغاله بعد از یه مدتی کنار اینا زندگی کرد، اومد باهاشون، در نتیجه حیوانات رو رام کردن. این کتاب رو واقعا توصیه میکنم بخونید. جالب این هست که من بیشتر نمیتونم توصیه بدم چون تا چند دقیقه دیگه نیلوفر به استودیو میاد. جالب این هست که وقتی زن ساکن شد، کشاورزی پا گرفت، مازاد بر تولید، مازاد بر مصرف تولید شد، مسئله نگهداری، اصلا زن اقتصاد رو هم اینجوری پایه‌گذاری کرد از طریق مبادله کالا. یعنی این زن گندم می‌کاشت، اون زن سیب زمینی، اون زن چیز دیگری، و به هم تقسیم می‌کردن و می‌دادن و مبادله می‌کردن. کم کم در واقع مدنیت شکل گرفت و جامعه ساکن به تدریج، اون وقت مردهای دنبال شکار وقتی اومدن در خونه و دیدن که غذا اینجا هم هست که بخورن، وقت کم کم ساکن شدن. مردها که ساکن شدن، اون تولید مازاد بر مصرف به صورت یک وسیله قدرت در اومد. وسیله قدرت سبب شد که نگهداری از قدرت مطرح بشه. در اینجا بود که بازوی توانمند و نیروی عضلانی مرد اهمیت پیدا کرد و از اینجا هست که میگن جامعه مدنی تسخیر شد به وسیله قدرت مردانه. یکی از کارهای جالبی که مردها در آغاز پیدایش تمدن کردن اینه که خدای بانوان رو، چون خدایان زن بودن در ابتدای تاریخ تمدن انسان، خدایان زن بودن. یکی از کارهایی که اتفاق افتاد اینه که مرد
خدای بانوان رو ورداشت و به تدریج این سیر کرد و رفت جلو، به تدریج خدا را مردان پنداشتن، به تدریج انبیا را مرد کردن، به تدریج تسلط. بنابراین اگر ما دین رو یکی از آخرین فراورده های تمدن بشری میدونیم در طول تاریخ، اول تسلط مردانه یا مرد سالاری یا مرد شاهی پا گرفت و از دل اون مرد سالاری و مرد شاهی و زورگویی های مردانه اون وقت ادیان هم چنین شدند که شدند. بنابراین ما نمیتونیم برعکس برگردیم بررسی بکنیم. اون چیزی که ضرورت داره از بین بره در جامعه مدنی مسئله روح مرد سالار، روح در واقع سلطه مردانه و سلطه نیروی نرینه هستی هست که باید اون به تعادل برسه و به نفع زن و مرد هر دو خواهد بود. با ما باشید تا چند لحظه دیگر از چند آگهی عبور میکنیم و به اتفاق نیلوفر برای پاسخگویی به بقیه سوالات شما عزیزان با شما خواهیم بود. سالن زیبایی و آرایش هلل، سالن آرایش هلل زیبایی شما را دوچندان می‌کند. سالن آرایش و زیبایی هلل در شهر شرمنوس. تلفن تماس 818-981-7119، 818-981-7119. آژانس مسافرت شهرزاد با سابقه 30 ساله قصه‌گوی سفرهای شیرین شماست. برای دیدار از فامیل، آشنایان و دوستان خود یا گشت و گذاری از شهرهای دیدنی و بیاد ماندنی کشورمان، تصمیم رفتن به ایران با شما، ترتیب سفر راحت با ارزان‌ترین قیمت با ما. آژانس مسافرتی شهرزاد، تلفن دفتر مرکزی 310-477-9600 و تلفن راه دور 1-800-742-47-92. کمپانی کلتکس تقدیم می کند. قربتی چه سرده تمام روز و شب. 168 ترانه دلنشین بر روی 14 سیدی. بعد از آن دیر آشنا. قیمت هر سیدی از این مجموعه استثنایی فقط 7 دلار می باشد. ۱۶۸ آهنگ و یک دنیا خاطره. بوی موها زیر بار بود، بوی گندم زار نم نم. بیا تا برات بگم قصه بر www.caltexrecords.com. اگر دندان‌های مصنوعی باعث ناراحتی شما می‌شوند، اگر می‌خواهید از خوردن غذا لذت ببرید، اگر گفتند که استخوان‌های فک شما تحلیل رفته و درمان و کاشت دندان در آنها امکان پذیر نیست، با دکتر صادق پاکرو، خالق لبخند زیبا و با سابقه طولانی در کاشت دندان و دندان پزشکی زیبایی، مشورت و مشکل دندانهای خود را حل کنید. لبخند زیبا و دندانهای سفید باعث افزایش اعتماد به نفس شما می گردند. کلینیک دندان پزشکی دکتر صادق پاکرو واقع در شماره 5 فربیو مال درایب، یونیت شماره 400، تلفن 416-493-7650. با گرمترین سلام ها به شما بینندگان گرامی، نیلوفر فرنودی ظهیری هستم، نظارگر برنامه نگاهی به درون در شبکه تلویزیون تصویر ایران هستید.
خوشحالم که برنامه دیگه خدمت شما هستم. چند ایمیل گرفته بودم در رابطه با اعلام وبسایتم و اطلاعاتی که هفته گذشته در برش صحبت کرده بودم. خواستم از کیوان عزیز این وبسایت رو برای شما بذارن. www.farnoodi-zahiri.com هستش و خوشحال میشم که با انتقاد، با ایمیل، با گفتگویی که با شما دارم بتونم پاسخگوی نیازها و سوالای شما باشم. در رابطه با اطلاعیه‌ای که گروه دانشجویان UCLA به اصطلاح معرفی کردن، روز اول مارچ خانم انوشه انصاری در دانشگاه UCLA خواهند بود. این پرس ریلیسی هستش که خود ISG Iranian Student Group at UCLA در دانشگاه UCLA خواستند برای اطلاعیه شما بینندگان گرامی، و با رفتن به وبسایتشون، مستقیما با رفتن به وبسایت www.uclaisg.com/ansari شما میتونید تمام اطلاعات رو در رابطه با این به اصطلاح سخنرانی خانم انوشه انصاری و به اصطلاح میزه گردی که برای رسانه‌های جمعی خواهند داشت به دست بیارین. خب دنباله برنامه میخواین چه روزی خواهد بود؟ بله، اول مارچ هستش در دانشگاه UCLA، کدام سالون؟ Tom Bradley International Hall. آدرس هست 417 Charles Young Drive West، Los Angeles, California 90095. ولی توصیه شده که برای به دست آوردن این اطلاعات برن به خود وبسایت ISG که بله حتما، چون تعداد میدونن که خیلی زیاد خواهد بود، استقبال بسیاری از این به اصطلاح سخنرانی خواهد شد، خواستن که حتما RSVP بکنن و با رفتن به وبسایت www.uclaisg.com و حتما هم فرست کام فرست سرو، دیگه هر کی زودتر بره وقتی ظرفیت پر شه دیگه نمیتونن برن احتمالاً. خب با اجازه شما، امروز ما روز داغی داشتیم، بفرمایید دوست عزیز. میگن هات سیت، صندلی که گرم شده برای شما، داغ شده واسه ما. بفرمایید دوست عزیز. سلام خانم، احوال شما چطوره؟ متشکرم، امیدوارم که خوب و شاد باشین. بله بسیار خوب و شاد هستیم، فقط میخوام تکون نداشم خیلی سر صدا میکنه. بله بفرمایید خانم دکتر. من خدمت نیلوفر خانم سلام عرض کردم. من یه مسئله دارم با شوهرم، 4 سال ازدواج کردم. صدای منو داری؟ بله. 4 سال ازدواج کردم و 2 تا بچه دارم. اولین شخصی بودم تو خانواده، کل خانواده که اومدم آمریکا. اول ازدواج مقدار نسبت به شوهرم شک و تردید پیش اومده بود که آیا واقعا مثلا چیزی که میگه هست یا نه. این تو فرهنگ ایران هنوزم فکر میکنم وجود داشته باشه. و بعد من از طریقی که از دوستام تحقیق کردم و مطمئن شدم که بعد این شخص آدمیه که من میخوام، و خلاصه که برای من شک و تردید برطرف شد و جواب ورده رو بهش دادم. ولی مادر من کلا من فکر میکنم خودش تو زندگیش آدم ناراحتی هست، چون زود شوهرش از دست داده یا به خاطر مسائلی که براش پیش اومد یه مقدار مسئله رو برای خودش بزرگ کرده بود و نمیدونم چجوری بود که ترس از دست دادن از من بود. خیلی رو من حساس شده بود و دائم یه رفتارایی نشون میداد، هم نسبت به من هم نسبت به شوهرم، که رفتارای قشنگی نبود. و من یه مقدار هی سرپوشی میکردم، ولی هر دفعه که تنهایی برمیگشتم خونه، ما تازه مثلا عقد کرده بودیم، برمیگشتم خونه که مثلا با مامانم یه سلام علیکی داشته باشم، با مامانم دعوا میشد و برمیگشتم. و خب به رو شوهرم نمیوردم و بعد شوهرم یه جورایی میفهمید و خلاصه نسبت به شوهرم هم این مسائل ادامه داشت. و من طبق اون فرهنگ غلطی که فکر میکنم الان فرهنگ غلط ایرانی که داشتم، سعی میکردم که مسائل مربوط به خانوادم و به عنوان نقطه ضعف دست شوهرم ندم و در برابر خانوادم ساپورتی نسبت به شوهرم نمیکردم. چرا؟ تنهایی که میرفتم چرا خیلی ساپورت میکردم و دوام میشد، ولی جلوی خودش من ازش ساپورت نمیکردم.
و این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره ما اومدیم آمریکا و این مسائل برای شوهر من به عنوان یه تریگر پوینت باقی مونده، حالت یه پست دراماتیک سیندروم شده. و اینجا دائما وقتی من اومده بودم یک سال اول دائم روز و شب من گریه بود، چرا؟ چون مسائل قبلی پیش می اومد و همش این چیز بود که تو چرا ساپورت نکردی منو، خانوادت اینجوری هن اونجوری هن. و من این وسط شده بودم یه چیزی که هم از یه طرف نمیخواستم خانواده رو بد کنم، از یه طرف میخواستم شوهرم هم داشته باشم و خودم هم میدونم که فرهنگ غلطی بوده، بالاخره من باید یکی رو انتخاب میکردم، خدا خورما نمیشد. منتها بعد از اینکه این همه هی به من گفت و گفت و گفت، من ایمیل زدم به اونا، باشون صحبت کردم، هر دفعه پشت تلفن دعوا میشد، بالاخره یه حالت قهر و قطع رابطه پیش اومد تا یه مدتی. و بعد یکی از خواهرای من زنگ زد و یه مقدار چیز کرد، اینا من بهش گفتم تا عذرخواهی نکنی چیز نمیشه. اون خودش به تنهایی عذرخواهی کرد ولی بقیه هنوز عذرخواهی نکردن. من نمیدونم چیکار کنم با این پست تروماتیک سیندروم. یعنی اگه الان به من بگن آسمون آبیه، من و شوهرم بشینیم در مورد آسمون صحبت کنیم، این بحث برمیگرده به اول ازدواج ما و دوباره مسائل قبلی تکرار میشه و یعنی این شده خوره وجود هر دومون و روز یعنی روز خوش ما نداریم. من نمیدونم با این مسئله چطوری میتونم برخورد کنم. آیا دوباره با خانواده‌ام ارتباط هر از گاهی دارم؟ خیلی سخت. ولی آیا دوباره مسئله رو بیارم رو و دوباره هی چیزش کنم بگم باید عذرخواهی کنید و رو در رو کنم و اینجوری؟ من همیشه آدمی بودم که از رو در رو کردن اینا متنفر بودم، سعی میکردم مسائل و مسالمت‌آمیز حل کنم ولی منتها اینجا نشد. بله من واقعا موندم، اگه شما راهنمایی کنید ممنون. خواهش میکنم. ببین چند نکته اینجا هستش. یکی این که نبذارین باشن، یکی این که ببینین مغز شما در رابطه با رابطه‌ای که با مادر داشتین و به خصوص در رابطه با همسرتون و این به اصطلاح لحظاتی رو که شما حالا یا تلخ و شیرین برای خودتون تجربه کردین، در مغز یک جایی رو برای خودش ساخته، مثل این موشای آزمایشگاهی هستن که میرن توی این چرخا و شروع به دویدن میکنن و جزی از ورزششون هستش. مغزم یه همچین خاصیتی داره، یعنی وقتی که ما از این چرخه ها تو مغزمون میسازیم در روابطمون، وقتی که روشن میشه یا شروع به رفتن یا کار کردن میکنه، سخت برامون که اون رو بهش ایست بدیم. و این خب یه بخشی از همون چیزی هستش که ما میگیم که منجر به افسردگی میتونه بشه، بخشی از چیزی هستش که روابط رو میتونه مسموم بکنه. من فکر میکنم یه مقدار شما باید در چندین جهت این رو بهش توجه بکنی. یک جهت این هستش که شما شناخت بیشتری داشته باشین از اینکه در چه مواردی شما میتونین با مادر با شناخت بهتر، با آگاهی بهتر، با گفتگوی سالم یه روابط مثبتی رو دوباره سازی بکنین. به دوباره سازی رابطه شما با مادر یه مقدار اهمیت میدم، به خاطر اینکه سخته که ما با مادر یا با پدر یا با فامیلمون به خصوص ما ایرونیا خیلی سرد باشیم یا قطع رابطه بکنیم یا جدا باشیم. این جدایی ها رو من دیدم در خیلی از خانواده‌های ایرونی در دراز مدت منجر به افسردگی و اضطراب بیشتری میشه. بنابراین اگر شما بتونین تا حدی نه کاملا بازسازی بکنین رابطه رو، خیلی خوبه. به صورت تدریجی این کار رو بکنین، خودتون انتخاب بکنین با گفتگوی با همسرتون چه مواردی میتونین این کار رو واقع بینانه انجام بدین، و در کنارش باید با شوهرتون وارد یک راه به اصطلاح گفتگو برای بهبودی اون تاریخچه، اون گذشته‌ای که خیلی تلخ و شوم هستش. همونطور که میگین PTSD یه جنبه نورولوژیکی و فیزیولوژیکی داره، یه جنبه روحی روانی، و خب شما شاید براتون سخت باشه که دوتایی بتونین بدون کمک این کار رو بکنین. شاید خیلی براتون بهتر باشه که با مشاوره و با رفتن به یک به اصطلاح تراپیست، یه کسی که بتونه کمکتون بکنه، این کار رو دوتایی با هم انجام بدین. شما میخواستین که ادامه؟ بله، من یه نکته رو میخواستم اینجا اشاره بکنم. یک شما یه جمله گفتی که من میدونم که باید یکی رو انتخاب میکردم. این درست کاریه که هرگز نباید میکردی. چرا؟
شوهرم همیشه به من میگفت خدا و خورما نمیشه یا من یا چون الان ببخشید میونه کلامتون، من میدونم که مقصر اونا بودم الان که ریویو میکنم، ولی اون موقع چون تو اون فرهنگ بودم فکر میکردم یه چیز عادیه. خب نه صف کن صف، این که شما نه وظیفه دارید شوهرتون رو در برابر مادر پدر حمایت کنید، نه وظیفه دارید مادر پدر رو در برابر شوهر حمایت کنید. شما می توانید به عنوان همسر شوهرت او رو بفهمی و حس کنی و اگر با او در یک حوز چه حسی عاطفی زندگی کنی، نهایتا این خواهد شد که به او خواهی گفت، به او خواهی گفت من از آنچه که برای تو در اتفاق می افته توسط مادر پدرم متاسفم، حال تو رو می فهمم و هر جوری که تو دلت بخواد تکرار این حوادث رو محدودتر کنی همراه تو هستم. ولی از طرف دیگه اون موقع شما به مادر و پدر نه به عنوانی که دارید شوهر رو دفاع میکنید، به عنوان کسی که دارید اذیت میشید از این که این اتفاق بر همسرتون داره واقع میشه. من فکر میکنم یه اشکالی که اینجا وجود داره اینه که شما چند تا بزرگسالی هستید که هیچ کدوم مسئولیت بزرگسالی خودتون رو دارید بر نمی‌دارید. مثل که مادر و پدر یا خواهرها انتظار دارن تو رو طرف خودشون بکشن، این غریبه رو ادب کنین، گربه رو دم حجله بکشین. مثل اینکه شوهرم انتظار داره تو با اون یکی بشی، اینا رو ادب کنی. این بازی‌ها هیچ کدومش سالم و نرمال نیست. واقعیت این است که اگر تو حس میکنی مادر و پدر همسر تو رو اذیت کردن، باید به او بگی که هر کاری که از دست تو برمیاد که این آزار کمتر بشه و او التیام پیدا کنه، این کارو میکنی و اون چی رو که او میگه انجام میدی. ولی همزمان هم باید به او بگی که برای تو هم سخته که مادر و پدر رو از زندگی بیرون بذاری. شاید اگر او حمایت کامل شما رو تجربه کنه، بعد در پذیرش اونها متعادل تر بشه. بعضی وقتا ما میخواییم نه این طرف رو برنجونیم، نه اون طرف، هر دو طرف رو میرنجونیم. و احتمالاً این مسئله به خاطر اینه که هیچ کدوم اون بلوغ عاطفی رفتاری رو در حل این کانفلیکت یا این موزل ندارید. منم موافقم که همونطور که نیلوفر گفت شما با یک روانشناس یا یک مشاور خانواده مشورت کنید و ببینید که ریشه این خصومت ها به کجا برمیگرده و چگونه میشه اون رو در واقع حل کرد. متشکرم از راهنماییت. و ببینیم این چیزی رو که ما بهش existential suffering میگیم، من خیلی متفاوت میبینم با اون سوختن و ساختنی که تو قدیم در خانواده‌های سنتی بوده. اون existential suffering که امروز در برش خیلی حرف میزنیم و خیلی ها تو این raising the consciousness یا این که چجوری ما میتونیم خودآگاهی رو بالا ببریم یا خودآگاهی رو بالا ببریم، در این هستش که شما همون چیزی رو که ما بهش compassion و یا اون همحسی همدلی که واقعا شما با نه تنها نوع خودت بلکه با طبیعتت با جهانت داری، درش این رنج نهفته است و معنا داره و اون موقعی هستش که شما درد میکشی برای اینکه میفهمی شوهرت یا همسرت درد میکشه و میتونی اون رو انتقال بهش بدی. و خب این خیلی متفاوته با اینکه من فقط میسوزم و میسازم، چاره ندارم. یکی در یکیش انتخاب هست، در یکیش انتخاب نیست، جبر هست و اون چیزی رو که ما انتخاب میکنیم نسبت بهش توان داریم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستیم. الو، کمی بلندتر. الو، سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم، مخلصم نباشین خدمت شما ولی فرق جان سلام عرض میکنم. سوالی از حضورتون داشتم. من حدود 11 سال پیش با همسرم ازدواج کردم که ایشون از ازدواج قبلیشون دو تا بچه داشتن، یک پسر 3 سال و نیمه و یک دختر 6 ساله.
که ما الان حدوداً 11 سالی که داریم با هم زندگی میکنیم و کمی بلندتر. بله، با همسرم و بچه با هم زندگی میکنیم و ما اصلا 11 سال زندگیمونم. دخترم از خودم هست و شوهرم که حدوداً 9 سالشه و هر سه پنج سفر با هم زندگی میکنیم. زندگی به نسبت خوبی داریم و من خودم کلن خیلی حساس هستم. مشکل خودمی که مقدار دیگه همه مسائل حساسیت نشون میدم و دوست دارم همه چیز پرفکت باشه. میدونم که این کار درستی نیست، ولی یه سری مسائلی بوده که سعی کردم یعنی مشکلات رو به تنهایی حل کنم یا یه موقعی شوهرم با هم همراهی کنه با هم دیگه مسائل رو حل کنیم، ولی فکر میکنم یه سری از فشارهایی که در طول زندگی به هم وارد شده باعث شده که مقدار حساس و عصبی بشم. نسبت به بعضی از چیزا اونقدر حساسیت و عصبانیت. سوالتون الان چیه؟ سوالتون چیه؟ سوالم اینه که چگونه میتونم با عصبانیتم مبارزه کنم؟ زود عصبانی میشم، حساس هستم نسبت به مسائل و بعضی وقت دوست دارم یه چیزی که دستم بذارم بشکنم. بله، ببینین خشم یک نوع علامته، یه نوع زنگ خطره برای ما که میتونه چندین معنا داشته باشه. معمولا از اینجا منشأ این هستش که شما یک هدف یا یک کاری یا یک چیزی رو که میخواین به دست بیارین یه مانعی جلوش هستش و شما رو داره عقب نگه میداره یا شما رو داره کنترل میکنه. معمولا ما وقتی که یه کاری رو میخواین بکنیم یا برای مثال انتظاری داریم مثلا خیلی از مادرای امروزه تو والدینی که مدرن هستن به خاطر انتظارهای خیلی بالایی که از خودشون دارن و اینکه خب میخوان پرفکت مام باشن، مادر نمونه باشن، سوپر مام باشن، دیگه خیلی مثل سوپر وومن کارهای عجیب غریب بکنن و خب بهترین و بهترین و بهترین باشن. این نوع کمالگرایی با خودش میتونه خطر اینو داره که یه مقدار خشم بیاره. چرا که ما موقعی که احساس به اصطلاح خوبی نداریم درباره کاری که داریم میکنیم یا احساس شکست داریم به خاطر اینکه فکر میکنیم که این خانواده‌ای که همون چیزی که ما بهش blended family میدیم، خانواده‌ای که مخلوط شده با هم مرج کرده با هم یکی شده، به خوبی شما دارین اون رو مدیریت نمیکنین یا مادری نمیکنین. اینا همه جزء همون به اصطلاح باورها و ارزش‌ها و اون اکسپکتیشن هایی هستش که ما داریم. منتها شما باید یه مقدار برین توی ریشه یابی این که چه چیزی شما را خشمگین میکنه. یعنی با خودتون مدام سوال این رو بکنین که الان خشم من از کجا داره میاد، منشأش از کجا هست، چی شد که من عصبانی شدم. مسئله اینه که من وقتی که خودم سعی میکنم نیازهای بقیه رو برآورده بکنم، من نهایتا سعیم تو اون جایی که بتونم، نمیگم حتما همه چیز اوکیه، سعی خودم رو میکنم تا اون جایی که بتونم انجام بدم و وقتی که انتظار دارم نسبت به چیزی که میخوام توجه نمیشه، یه چیزی بعد جایی یک بار ده بار تکرار کنم، حالا با همسرم یا بچه 9 ساله یا با دختر 18 ساله یا با پسر 14 سالم تکرار بکنم این مسئله یا با هر کسی با دوستم فرق نمیکنه، این مسئله فشار میاد. یعنی کاری نمی‌کنم که انتظار داشته باشم پس بگیرم، اونو نمی‌خوام پس بگیرم که انجام بدم، اونو به عنوان وظیفه انجام میدم، ولی دوست دارم نسبت به حرفی که زده میشه میزنم ریسپکت قائل بشن. ولی خب در کنار این صحبتی که شما می‌کنین یک نوع توقعی هم هست، یک نوع انتظاره، اون چیزی که ما بهش conditional love یا عشق شرطی میگیم برای همه ما اتفاق میفته. همه ما این کارو می‌کنیم، چیز عجیب غریبی نیست. یعنی ما انتظار داریم در کنار مهر و محبتی که برای دیگران میکنیم اونها با احترام با ما به اصطلاح روبرو بشن و شاید تا حدی هم جواب اون کارهای خوبی رو که ما براشون کردیم به ما بدن. منتها اتفاقی که اینجا میفته به خصوص در رابطه با بچه‌ها نیازهاشون در سنهای مختلفی که شما فرمودین متفاوته. یعنی دختر 6 ساله و پسر 3.5 ساله و فرزند دیگه 9 ساله شما، اینا بر اساس اون مرحله رشد و تکاملی که توش هستن، اون developmental stage که توش هستن، نیازشون فرق میکنه و شاید مثلا برای پسر 3.5 ساله شما یا 9 ساله شما
شما، فرزند 9 ساله شما، مثلا از کارهایی که میخواد بکنه این هستش که نبگه یا به شما نشون بده که استقلال داره یا خودش تصمیم میگیره، و شاید این رو شما به حساب این بذاریم که او داره سرکشی میکنه و به شما احترام نمیذاره و شما رو دوست نداره. این جور نیست. شما باید یه مقدار برای خودتون یه تصویری از این که خانواده شما همگی در کنار همدیگه میخوان که با هم یکی باشن و با هم کمک بکنن شما رو برای خودتون به وجود بیارین. این شاید یه مقدار کار میخواد، این حالت یونیتی و اتحاد یا وحدت تو خانواده یه مقدار کار میخواد، به خصوص برای خانواده هایی که مخلوط یا blended families هستن. این یه فازی داره. به محض اینکه این وحدت به وجود میاد، وقت میبینین که خیلی چیزها رو دیگه شما میتونین نادیده بگیرید. بله، من یه نکته ای رو که میخواستم خدمت شما بگم و میریم رو بقیه نازنین ها که روی خطوط منتظرن، این هست که گاهی اوقات ما وقتی یه انسان پرتوقع و کمالگرا هستیم و از خودمون خیلی مایه برای دیگران میذاریم، هر قدر که ما بیشتر مایه میذاریم همون قدم توقعمون بالا میره و بعد دلمون میخواد که اوضاع جهان بیرون اونجوری که ما توقع داریم اتفاق بیفته. رخدادها اونگونه اتفاق نخواهد افتاد و معمولا کمالگرایان کنترولینگ هم هستن. اون وقت وقتی که نمیتونن واکنش های دیگران در برابر خودشون کنترل کنن، اون وقت خشم هم تجربه میکنن. من در درجه اول به شما توصیه‌ام این هست که هر کاری رو که وقتی می‌کنی متوجه بشی که توقع داری که اون طرف مقابل هم در برابرش این کار رو کنه، دست خودت رو بگیر نکن. یا اگر می‌کنی بدون برای خودت داری می‌کنی، یا نیازی که در خودت هست داری می‌کنی، یا اون تصویری از زندگی که تو دوست داری بکشی. ممکنه اون تصویر اینه که فرش خونه ما باید همیشه سفید باشه و برق بزنه، بچه 3 ساله و بچه 6 ساله یهو با کفش میان تو و شما یهو میبری. اون خواسته شماست که اون فرش بلوری ببینی، خواسته اون بچه 6 ساله و 3 ساله نیست. برای همین حداقل ماکسیموم کاری که شما میتونی بکنی اینه که بیای با بچه‌ها و خانوادت حرف بزنی به عنوان چیزی که شما میخوای، نه ضرورتا به شما خواهد داده شد. مطمئن باشید فرزندان شما با شما یه از تجربه میکنن، منتها اونا نمیتونن داد بزنن سر شما. و اتفاقا در کنار این کمالگرایی شما ریشه ای رو توش میتونی پیدا بکنی که از ناتوانی، عجز ناتوانی میاد. و اگر شما بتونین خودتون از نظر ذهنی و از نظر اون چیزی که ما بهش همون خودآگاهی میگیم به نقطه‌ای برسونین که قبول بکنین که در هستی یا در این وحدت هستی همه چیز در کنار هم هستش، خوب و بد، و همه در یک به اصطلاح فضا گنجونده شده، بعد در به اصطلاح پذیرش اون خیلی راحت تر میشه. من تصور میکنم منو ببخشید اگه اشتباه میکنم، شما ممکنه در تیپ های نهگانه انیاگرام تیپ یک باشید و تیپ یک بال قوی دو وقتی داره، تیپ یک کمالگراست. وقتی بال قوی دو داره مهر طلب هم هست، یعنی هی میکنه، بعد مهر طلب همیشه توقع داره. ضمناً پشن یا عاطفه‌ای که در تیپ یک مسلط خشمه، یعنی تیپ یک یکی از عواطف قدرتمندش خشمه، پشنش خشمه. اگر دوست داشته باشید راجبه این یاد بگیرید، تیپ های نهگانه انیاگرام رو سیدیش رو میتونید تهیه کنید بگیرید گوش بدید. بعد اون تو من راجع به این که تیپ یک چگونه میتونه از این تلهی که باز خودش درست کرده بیرون بیاد با چه تمرین هایی، اینها رو اونجا گذاشتم. انیاگرام یک تیپ شناسی قدیمی هست، 9 تیپ وجود داره. تیپ یک کمالگرا، 2 مهرطلب، 3 موفقیتجو، 4 حساس و هنرمند، 5 فکور، 6 وفاجو و وفاخو، 7 خوشگذران و خوشباش، 8 رئیس و کنترلر و رهبر، 9 صلحجو.
و هر کدوم این تیپا که ما روی یکیش قرار میگیریم یه پشنی دارن، یه حسی دارن که اون درشون مسلطه. مثلا مال چهار اندوهه، سدنسه. و اگر یعنی موقعی که غمگین هستن رشدشون بهتر جلو میره؟ نه، تیپ چهار خودشو در وضعیتی نگه میداره که غم‌آشناس. در نتیجه وقتی هم که همه چیز خوبه این یه چیزی پیدا میکنه که غم براش پیدا کنه. ولی میگم این غم براش معنا داره یا غمی هستش که اذیتش میکنه؟ نه، اون غم به اصطلاح پشنیه که اولین چیزی که تو کیسه حسیش تو دستش میاد. حالا اگر اذیتش میکنه تیپ چهاریه که داره به سمت تخریب میره، باید بدونه که چه کار بکنه که به سمت کمالش یا به سمت هر تیپی بهترین سایت دارن و بدترین سایت دارن. دو بال داره، هر تیپ دو بال داره، ولی علاوه بر دو بال خود تیپ یک میتونه تیپ یک سالم باشه، یک تیپ عادی باشه، یک تیپ بسیار بیمارش باشه. و به هر تیپ یکی که بیماره میشه کمک هایی کرد که به سمت میانه و به سمت سلامت. مثل اینکه هر کیم خودش باید دنبال این تیپ پیدا کردن این تیپا یک از طریق تستاییه که میتونید رو سایت بریم بگیریم. همه این اطلاعات من در اون سی دی دادم. باز دوباره یادم رفته یادآوری کنم به شما که دوستان ما در مرکز تهیه سی دی ها خواهش کردن شماهایی که امکان مالی دارین این سی دی ها رو بخرین تا ما سی دی هایی که تولید شده بتونیم تکثیر کنیم برای اونهایی که دارن استفاده میکنن، یا انجمن و سازمان هایی که میخوان سپانسر بشن و سپانسرشیپ قبول بکنن. بله، اگر جاهایی حاضرن سپانسر کنن ما رو که با کمال میل میپذیریم. تلفن تماس با مرکز سی دی های ما 310-701-4411 310-701-4411. این تلفن رو میگیریم و من از خدمتتون مرخص میشم. بفرمایید دوست عزیز با شما. الو. بله بله. سلام. بفرمایید. سلام به هر دوی شما عزیزان. من یه سوالی از خدمتتون داشتم. من حامله هستم الان و تابستون بچه به دنیا میاد و من شوهرم از یک سال دیم خواهد برنامه ریزی کردیم برای یه مسافرت به اروپا که البته کمپانی اینو قرار بود، کمپانی شوهرم اینو چیز میکرد، یه مسافرت فری با کروزه و این مسافرت همزمان میشه یک ماه بعد از که بچه به دنیا میاد. من مامانم و خواهرم گفتن که بچه رو نگه میدارن در اون یک هفتهی که من نیستم، ولی نمیدونم که نظر اموشنالی یا نظر باندینگ و اینا it's gonna be a problem برای یک هفته که بچه از مادر دور باشه یا نه. خیلی سوال سختیه. خیلی خیلی سخته، خیلی کمپلکسه. ببینیم آخه چندین به اصطلاح بود داره این. یکی این که خب حال شما بعد از زایمان چه جوری خواهد بود، اون اتچمنت، اون باند، اون دلبستگی که دلبندی که بین شما و فرزندتون به وجود میاد چی هستش، از نظر شیر دادن برست فیدینگ شما چه به اصطلاح دوره‌ای رو طی خواهی کرد، مادر بزرگ یا خاله عمه، اون کسانی که به عنوان سیکندری کیر تیکر یا سرگت به اصطلاح مام اونجا خواهند بود برای این یک هفته، اونا چه دلبستگی، چه اتچمنتی با به اصطلاح فرزند شما خواهند داشت. اینا حتما من فکر میکنم اگر تصمیم رو الان نگیرین ولی درباره این ابعاد متفاوتش فکر بکنین و ببینین که شما چی براتون راحت هستش، برای اینکه مهمترین به اصطلاح سکو یا جایی که شما بتونین بهش تکیه بکنین و اعتماد بکنین احساسات درونی شما هستش و اون انتویشن و انستینکتتونه. خیلی خیلی توصیه میکنم که بهش گوش بکنین. این از اون تصمیمایی هستش که باید حتما انتویشن در کنار عقل به اصطلاح پیوندی داشته باشه. ولی فکر میکنم که ایشون بیشتر داره این سوال رو میکنه که آیا یک بچه یک ماهه اگر، چون علتش هم میدونم، گاهی اوقات
میدونم از وسایل ارتباط جمعی دیگه خیلی میشنون روی این مسئله که نه خطرناکه این کار و اینا. به این دلیل فکر میکنم دارن سوال میکنن که برای یک بچه یک ماهه اگر یک هفته از مادرش جدا باشه آیا در رشد روانی عاطفی او یک در واقع خسارت یا یک ضایعه جبران ناپذیر باقی میذاره؟ خب اگر این سوال هستش میتونم بگم که خیر. و خب ببینید زیر شش ماهگی به خاطر اینکه object permanency و اینکه هنوز از نظر ذهنی یا cognitive development بچه این به اصطلاح ذهنیت رو نداره، دیفرنشیشن رو نداره که شما میری کی میای و این رفتن شما چه معنی داره. تا موقعی که نیازهاش برآورده میشه و احساس امن میکنه و به موقع غذا میخوره، به موقع دایپرش عوض میشه، به موقع احساس امنیت بهش داده میشه، کادل میشه، البته از نظر به اصطلاح نگاه و ویژن ما میدونیم دیگه و مموری یعنی حافظه ما میدونیم دیگه این موقع بچه صدای مادر رو تو حافظه داره، یعنی شما رو میشناسه و تحقیقات نشون میده، یه تحقیق میدن که بچه هایی که صدای مادر رو براشون میذاشتن شیر میخوردن و بهتر شیر میخوردن. مثلا شما اگر یه تیپ یا ویدیویی از خودتون بذارین، صدای خودتون رو ضبط بکنین، ولی لالایی بخونین، باز هم با در کنار این، یعنی شاید ما بتونیم کلی بگیم که خیر بچه تروماتایز نمیشه و آسیب زیادی نمیخوره، ولی در کنارش باید این رو به شما بگم که شما میبایست این رو به صورت یعنی ابعاد متفاوتش رو حتما بررسی بکنین و انتخابی بکنین که شما باهاش راحت هستین. اینجوری نیست که جواب آری یا خیر بگیرید. حالا ولی من یه نکته رو خدمت شما بگم که نظر من هست، تجربه من هست با مادرای جوان و زن شوهرای جوان، بعد از زایمان خستگی، بیخوابی های شبهای اول، بعد برای اولین بار به اومدن یه موجودی دیگه بین شما و همسره، در کل اگر بچت امنه، اگر میشه که یه لالایی با صدای خودت بخونی که برای بچه بذارن وقتی میخوان بخوابونن، اگر از نظر تغذیه در رو اختلالی به وجود نمیاره و اگر خاطرت جمعه، جنبه های مثبت این سفر با همسر، یک هفته تنها بودن با او، خستگی در کردن، انرژی گرفتن و به بچه بازگشتن، در جاجمنت یا قضاوت من به عنوان یک کسی که با مادرای جوونی که بچه به دنیا میارن و تجربیاتی که با اونها دارم فکر میکنم همدیگر رو بلنس آف میکنم. ولی این نظر بازم من باید تاکید بکنم که شما باید خودتون این انتخاب رو بکنین، برای اینکه بله یعنی کاملا باید به یه نقطه‌ای برسین که دلتون راضی هستش و خیالتون جمعه، یعنی احساس گناه، بدون هیچ احساس گناه اگر یه موقع من برم، اگر یه موقع، یعنی تمام اینا رو باید برای خودشون حل بکنن تا بتونن این اتفاق اونجوری که می‌خواید. خیلی ممنون. همون نظر خواستم ببینم که دانسایدش چی میتونه باشه که وقتی زیر... زیر شش ماهگی بهتر از بعد از 6 ماهگیه. اوکی. خیلی ازتون ممنونم. میگم شما توجه دارین که این نیلوفر خانم نمیذاره ما یه نسخه راحت واسه یه کسی بپیچیم. خیلی لطف کردید. خیلی خدا. دوستان عزیز من باید از خدمت شما برم. نوشتن که شماره سفارش سی دی ها را دوباره اعلام کنید. دادن دست من. شماره سفارش سی دی ها 310-701-44-11. ضمناً رو وبسایت ما اگر برید www.drfarnoodi همطور که اینجا نوشته شده .com میتونید اتوماتیک از روی وبسایت سفارش بدید، ولی 310-701-44-11 سی دی هایی داریم راجع به الفبای پدری و مادری، راجع به تیپ های شخصیتی، راجع به از خودشیفتگی تا عشق و صمیمیت، راجع به اعتماد به نفس، راجع به حرمت ذات،
در ضمن هفته گذشته که شما نبودین در انتهای برنامه بیننده تماس گرفتن با ما و گله کردن، در این حال که خیلی هم تشکر کردن از برنامه های خوب شما، گفتن که در رابطه با physical disability و اینکه ما با بچه هامون که از نظر بدنی اشکال دارن، معلول هستن و یا حتی psychological learning disability اینا، ولی بیشترشون تاکیدشون رو physical disability بود، گفت ما هیچ وقت نشنیدیم که شما برنامه بذارین یا مهمونی بیارین و در برش صحبت بکنیم. من تایید کردم و گفتم که حتما و بعدم بگم، حالا در قسمت پایان برنامه اعلام میکنم تحقیقی کردم و به اصطلاح اون برنامه ویژه‌ای رو که ما میخواییم در این رابطه تهیه بکنیم، ولی سی دی هم از شما خواستن که تهیه بکنیم در رابطه با اینکه ما چجوری میتونیم با بچه هامون از نظر یعنی ابعاد روانیش و روانشناختیش چی هستش و چجوری میتونیم کمک بگیم. بله، این دوستان از ما توقع دارن این سی دی ها تولید کنیم، ولی من همین الان 8 تا سی دی تولید کرده دارم که اونجا نشسته، ولی پول تکثیرشو دوستان ندارن. یعنی اگر این سی دی ها خریداری نشه از جانب دوستان، من مطالب رو می نویسم، تهیه می کنم، تحقیق می کنم، ضبط می کنم، شاید تو برنامه بیاریم یه بخشیش رو به اصطلاح در برنامه اجرا بکنیم، ولی به قول شما احتیاج به یه حمایت هست، احتیاج هست که کمک بکنید ما رو، چون به هر حال ای کاش من زن متمول بودم، خودم اینا رو تولید میکردم و به رایگان در اختیار همه میگذاشتم. بعدم من منبع درآمد دیگه ای ندارم، که من کار میکنم و کارم هم زندگیم رو اداره میکنه. این سی دی ها رو که تولید میکنم، اگر حمایت کنین شما دوستان، مرتب میتونیم به صورت یک کتابخانه متحرکی روانشناس خانگی برای شما در واقع در بیاد. اتفاقا یک سازمانی رو، یه انجمنی رو من باشون ملاقات داشتم هفته گذشته و خیلی به اصطلاح استقبال کردن از این به اصطلاح خبرنامه گویای روانشناسی و اینکه شما این رو سردبیرش بشین. بله. و بودجه خوبی هم هست. بله، برنامه ریزی بودجه خوبی هم دارن. این از اون کارهای اجتماعی هستش که خیلی میتونه مفید باشه. در هر حال دوستان عزیز، من باید از خدمتتون مرخص بشم، بقیه برنامه با تمام خطوط روشن شما در خدمت شما خواهند بود. بله. نه من، و امیدوار هستم تا پنجشنبه که در برنامه استاد فرحی در خدمت شما هستم، روز و روزگارتون خوش باشه و با سلامتی در کنار عزیزانتون ساعات و عمر رو غنیمت بشمارید. خداحافظ. خب به جنباله برنامه ادامه میدیم. من تحقیقی کردم در رابطه با به اصطلاح اون درخواستی که شما بیننده گرامی کردین و ببینید از جاهایی که شما خیلی و نمیدونم که به زبان انگلیسی شما تسلط دارین یا میتونین مطالعه بکنین یا خیر، ولی برای انگلیسی زبانان بگم که به اصطلاح چندین سازمان هست، من جمله سازمان همون NIMH یا National Institute of Mental Health که شما اگر برین به وبسایت اونها nimh.gov www.nimh.gov میتونین زیر قسمت به اصطلاح disability rights education و training programs شما درباره اینکه چه جوری پدر و مادرها میتونن بهتر پدری و مادری بکنن، چه اطلاعاتی احتیاج دارن، و خیلی از مادر و پدرها من میدونم با تماس با سازمانها و گروههایی که به اونها حمایت میکنن و کمکشون میکنن، این کار را از همون ابتدای تولد انجام میدن. ولی اگر یک همچین به اصطلاح حمایتی شما ندارین تو سیستم به اصطلاح درمانیتون، حتما میتونین تشریف ببرین. وبسایت دیگه ای هست World Institute on Disability که www.
WID.org, www.wid.org, World Institute on Disability, که یک سازمان انجمن به اصطلاح غیر انتفاعی هستش. کارش این هستش که تعلیم میده، آموزش میده و آموزش و پرورش در رابطه با دبیران، معلمین و مادر و پدرانی که با بچه های به اصطلاح معلول و یا بچه هایی که یه نوع دیسیبیلیتی دارن کار میکنن. خیلی لیست دراز هستش. من کاری که میکنم این تحقیق رو که شاید بیش از 20 لیست وبسایت باشه، این رو در وبسایت خودم برای شما میذارم که بتونین با رفتن به اونجا این وبسایت رو به اصطلاح دانلود بکنین، بگیرین انفورمیشن رو و بتونین که اون وقت مطالب رو به دست بیارین. ولی حتما یه برنامه ویژه با متخصصی که تخصصش در این رابطه هست، چون ما میتونیم به صورت کلی صحبت بکنیم ولی نیاز به این داریم که از متخصصی که کارش این هستش دعوت کنیم بیاد که بیشتر برای شما صحبت بکنه. ولی حتما من به دنبالش هستم. بفرمایید بیننده عزیز، رو خط هستید. الو. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خانم دکتر. سلام عرض میکنم. من یه سوال از حضورتون داشتم. خواهش. دختر من الان 4 سال و چند ماهش، 2-3 ماهش هسته. بله. الان تعمدت انگشتش هستش رو میخوره. بله. بعد من خواستم بدونم که بعد با این چجوری برخورد کنم. البته خب من زندگی خیلی آرومی هم ندارم. بله. یکم با من شوهرم اختلاف دارم ولی نمیدونم دقیقا اینه تاثیر داره روش میتونه نمیدونم. بله. ببینین خوردن شست یا ناخون خوردن یا کسانی که گوشه انگشت رو یا گوشه ناخون رو میجوند، اینا همه یه بخش اون چیزی که ما بهش هیپناتیک افکت داره، یعنی آروم بخشه. بچه‌ها که این کارو میکنن به دلشون، یا بزرگایی که این کارو میکنن، من خیلی بزرگسالانی میشناسم که ناخون میجوند یا گوشش رو میخوان. من بعضی وقت خودم این کارو میکنم. نه فقط میمکه، این شب تا صبح همینجور من صدای مکش انگشت این نمیتونم بخوابم. آره، این داره بهش یه مقدار آرامش میده. یعنی موقعی که فرد یا از نظر فکری داره فکر میکنه و دنبال یه به اصطلاح فکری هستش، که برای فرزند شما در 4.5 سالگی این رو من بعید میدونم. یعنی من فکر میکنم بیشتر یه احساس و عواطفی براش پیش میاد، یا احساس ناامنی میکنه یا مضطرب میشه یا درهوره میاد سراغش، یا شاید بعضی اوقات حوصله‌اش در میره. این احساسات و عواطف که برای بچه ها تو این سن پیش میاد بعضی اوقات میرن به طرف انگشت مکیدن، انگشت خوردن، و این میشه یه مکانیزم دفاعی که بهشون آرامش میده. حالا یعنی من نباید باش مخالفت کنم، بذارم هرچی همچون خودش ترک کنه این عادت رو. شما به من بگین مدرسه رو شروع کرده آمادگی رو؟ الان نرسری میره. الان نرسری، اوکی. بعد وقت اونجا چجوری هستش؟ معلم ها چی میگن از به اصطلاح اونجا که هست؟ بیشتر من فکر میکنم از اونجا یاد گرفته، چون بهش میگم که چرا این کارو میکنی، میگه دوستام میخورن منم این کارو میکنم. آها آها. خب داره به شما میگه دیگه. یه بر اون چیزی که ما بهش social learning effect، یعنی از محیطش، از جامعش یاد گرفته، اونجا تو محیطش با بچه های دیگه یاد گرفته. من الان پافشاری زیاد، اگه جای شما باشم، پافشاری زیاد نمی کنم که این رو ازش بگیرم، بلکه به جای گرفتن این مکانیزم دفاعی یه مقدار توجه میکنم که ببینم که اولا کی این کارو میکنه. خیلی خوبه که شما برای خودتون شناسایی بکنین، تشخیص بدین که کی این کارو میکنه. برای مثال آیا موقع قبل از خوابش هستش؟ آیا موقعی هستش که شما با همسرتون یه مقدار صداتون بالا میره و به اصطلاح شاید آرگیو میکنین؟ یه مقدار برای خودتون شناسایی بکنین که الان که من خیلی توجه میکنم، یعنی تمام مدت که این فقط غذا نمیخوره همش انگشت تو دهنش هست. الان مدتی هستش که شما هدش میگین این کارو نکنه؟ باباش خیلی بهش تاکید میکنه و این تمام مدت فرار میکنه، میاد پیش من یواشکی، پشت من قایم میشه، میخوره، بعد میره تو اتاق.
دونین. خب شما به شوهرتون توصیه بکنین که با نگفتن یا توجه کردن به این رفتار ایشون دارن بیشتر تشویق میکنن اون چیزی رو که ما بهش به اصطلاح reinforcement یا تشویق میگیم، چون توجه منفی خودش میتونه یه تشویق باشه. برای همین اگر که بتونن این توجه رو کم بکنن و بیشتر شما به خصوص توجهتون رو این باشه که کی این کار رو انجام میده و براش کارایی رو انجام بدین یا به اصطلاح فرصتهایی رو در محیطش به وجود بیارین که یه مقدار حواسش از این رفتار پرت بشه و به کار دیگه تشویق بشه، اون چیزی که بهش دیسترکشن میگیم، یا اینکه بتونین با کم کردن استراب یا تنش و تنشن همون استرس محیطش یه مقدار این رو این رفتار رو کم بکنین. ولی توجه اگر بهش زیاده از حد بدین یا اینجوری که میگین شوهرتون خیلی تاکید میکنه و هی بهش میگه این کارو نکن، ممکنه که یه خورده کمپلکس بشه و این رفتار بمونه. آره همش دوست داره تنها باشه، به زور میگه من از این اتاق میخوام کارتون نگاه کنم، اتاق خودم، که خودش به تنهایی بشینه مثلا انگشتشو بخوره، میدونی؟ آه مدت دنبال یه جوهایی میگره که خودش تنها باشه که بتونه این کارو راحت. شما پلی دیت یا گروپ پلی براش درست میکنین؟ دوستاش ببینین این خیلی مهمه. الان تو سن خیلی خیلی حساسی هستش که هر چی که شما بیشتر از این پلی گروپ ها یا پلی دیتا براش به وجود بیارین خواهین دید که این انگشت میگیرن و جذب به تلویزیون شدنش خیلی کم میشه. بچه ها احتیاج به سوشال انتراکشن یا اون رفتارهای اجتماعی دارن، به خصوص تو این سن، به خصوص اینکه از آمادگی از به اصطلاح این مدرسهش داره یاد میگیره. خیلی خوبه که شما اگه بتونید با مادر و پدرای دوستاش در به اصطلاح مهد کودک یا آمادگی چندین پلی دیت به اصطلاح براش درست بکنین، حداقل دو بار سه بار در هفته، یا ببرینش بیرون تو پارک مامی اند می، از این کارهایی که میتونه به اصطلاح مغزش رشد بکنه و جذب این تلویزیون نشه، چون اگر که اون کارا رو نکنین براش توجهش و این انرژیش همه میره توی یادگیری که از طریق تلویزیون داره انجام میده. و خیلی از اوقات بچه‌ها به خاطر اینکه حواسشون رو میخوان به اصطلاح در تلویزیون در تماشای تلویزیون بذارن و یه مقدار شاید اون مطالبی رو که دارن نگاه میکنن اونها رو هیجان زده میکنه. من دیدم که انگشتشون رو میمکن به خاطر اینکه میخوان هیجانشون رو کنترل کنن. خب یه مقدار باید حساسیت نشون بدین به این. من تلویزیون رو تو سن اون بیشتر از شاید نیم ساعت سه بار در هفته صلاح نمیدونم. یعنی اون اصلا عاشق اینه که تا مدت بره کارتون نگاه کنم. خب آره خب بچه ها بذارین تو هر وقت بچه ها انتخاب میکنن. اگر محیطشون محیطی نباشه که توش یاد بگیرن و اون هیجان رو در یادگیری تجربه بکنن، خب مسلماً یک خوطی که انقدر میتونه هیجان بهشون بده براشون خیلی جذاب میشه. ولی چیزی که ما میدونیم الان به خصوص نوروساینس، علم به اصطلاح عصب شناسی و مغز میدونه، این هستش که در این سن کم اصلا برای مغز خوب نیست که انقدر با تلویزیون رشد بکنه. عجب چه خوب شد گفتیم، من فکر میکردم تو براش خوبه. نه براش خوبه محدود و محدود اون چیزایی رو که برنامه هایی که مخصوص بچه هاست، نه کارتون، یه برنامه هایی هست که مخصوص مثلا ABCs یا بارنیز یا سسمی ستریت یا برنامه هایی که تهیه شده برای این سن به خصوصه. کارتون ها معمولا خیلی هیجان توشون هست، خیلی اگرشن و خشم توشون هست. همین کارتون تام اند جری، این کارتون تام اند جری شما نگاه کنین، در اینو اتفاقا تحقیق کردن، در یک به اصطلاح اپیزودش
80 خورده‌ای بار یک به اصطلاح رفتار توأم با خشونت رو شناسایی کردن. بعد خب بچه‌ها وقتی اینقدر زیاد، حالا موش و گربه هستش این خشونت، ولی وقتی اینقدر زیاد می‌بینن، دیدن که بچه‌ها یه مقدار توشون عدم حساسیت به وجود میاد، اون چیزی که ما بهش desensitization یا اینکه حساسیتشون کم میشه. بعد وقت فکر میکنن که اونا مگه یه توپ یا یه پتکی چیزی بزنن تو سر دوستشون، مثل همون تام اند جری، اوکیه، یعنی اتفاق بدی نیستش. و خب یه مقدار باید حساس باشین. بعد از اینکه سنشون بالا رفت، به خاطر اینکه ذهنشون دیگه رشد کرده، میتونن دیفرنشیت بکنن، میتونن تشخیص بدن که اون کارتون فانتزی پریتند هستش و واقعیت نداره. ولی توی از این سن کم صلاح نمیدونن. شما تحقیقات رو هم اگر برین به وبسایت من farnoodizahiri.com زیر میدیا سایکولوژی. میدیا سایکولوژی گروهی از روانشناسان هستن که کارشون رو میذارن روی اینکه چجوری میدیا و همین تلویزیون روی مغز ما تاثیر میذاره. و خب رو بچه‌ها تحقیق شده، رو بزرگسالا، رو به اصطلاح نوجوانان تحقیق شده. من چندین به اصطلاح آرتیکل نوشته خیلی خوب اونجا گذاشتم و شما به خود وبسایت به اصطلاح میدیا سایکولوژی اگه برین، که اون هم رو وبسایت من هستش، میتونید تمام اینا رو مطالعه بکنید و ببینید که علم چی میگه در این رابطه. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی از تماستون. قربون شما. بفرمایید بیننده عزیز رو خط هستید، فرمایید نگاهی بدید. سلام. الو. بفرمایید. الو. بله با شما هستیم، بفرمایید. خانم دکتر ببخشید، من نمیدونم اصلا کجا شروع کنم. من مشکل کمال‌گرایی دارم. به نظر من اینم خیلی شدیده، این حدی که من دارم. مثلا چیزی که میدونم 12 ساله من میخوام برم اسکی، نتونستم. 12 ساله میخوام تنیس بازی کنم، هنوز نتونستم. میگم همه چی باید کامل باشه. مثلا در مورد درسم تو دانشگاه، درس یا باید کامل بلد بودم یا اصلا بلد نبودم. این بین که بتونم یه نمره‌ای بگیرم اصلا نمیتونستم، هول میشدم، خب امتحانو خراب میکردم. این مریضی من، یعنی این مشکلی که من دارم، به لباس منم، یعنی به ظاهر منم سرایت کرده. من ظاهرم باید پرفکت باشه، یعنی لباسم باید پرفکت باشن. اینا اصلا نمیدونم چی کار کنم. لباس یه حالت روانی واسه من پیدا کرده، عاشق لباس شدم. هر جا میرم هر لباسی که ببینم شاید اونو داشته باشم، ولی خب یه رنگ دیگه است، من اونو دوست دارم. و این که این خب لباسی خود تو ایران یه خود شاید مثلا سخت باشه، من به شاپلیفتینگ طرز مقاومت کردم این کارو. شما از کجا تماس میگیرین با ما؟ از ایران. از ایران. بله. بله خب من میدونم که این جزوی از کولبار فرهنگی ما هستش، این کمالگرایی. فکر نمی کنین؟ خیلی از آخه میگه نه در این حد که بخواد اذیتم بکنه. حتی مثلا تو دوستام همیشه دوست داشتم با یه طبقه دوست داشتم که خودم بالاتر بود. با تمیه اگه نمیتونستم وارد تمیه وسط میموندم. بله. وقت شما همینی که آگاهی دارین به این مسئله خیلی قدم بزرگی هستش. همینی که آگاهی دارین که این درجهش شدیدتره و از اون درجهی که شاید بیشتر طبیعیه یا بخشی از فرهنگ ما هستش بالاتره. همینی که آگاهی دارین که تو چه مواردی این کمالگرایی شما رو عقب نگه میداره و شما رو اذیت میکنه. حالا به این نقطه رسیدیم که میخواییم بدونیم که چه کار میتونیم بکنیم که خودتون رو کمک بکنیم. درسته؟ بله. یعنی مثلا من برنامه های شما رو دیدم، متوجه شدم که من اینجا، البته همیشه میگفتم، من میگفتم یا آره یا نه، وسط نمیتونم. بله. حالا من یه توصیه، یه سوالی از شما دارم. اگر که شما خوب و بد رو در یه به اصطلاح کره، در یک فضا با هم به اصطلاح تجربه بکنین، این به شما چه احساسی میده؟ یعنی فکر بکنین که خوب و بد، مثلا اون چیزی رو که شما لباس زشت میدونین یا لباس قشنگ میدونین،
یا مثلا تنیس بد بازی کردن میدونی؟ متوجه شدم، متوجه شدم. نمیتونم مثلا کنار بیام باهاش، یعنی اگر بد باشه به هیچ عنوان نمیتونم باهاش کنار بیام، خرابش میکنم. خب حالا من دارم میگم که فرض بکنیم، ما فرض بکنیم که اینا دوتا در کنار هم همدیگر رو کامل میکنن و در یک فضا موجودیت دارن. شما این رو میتونین قبول بکنین؟ این رو میتونین بپذیرین؟ باید فقط خوبه باشه، باید جدا باشن. بله بله. خب این ذهنیت، این ذهنیتی، اون چیزی که ما بهش دوالیسم یا ذهنیت قطبی، یعنی شما در یک قطب سیاه رو گذاشتین، در یک قطب سفید، در یک قطب شما خوب رو گذاشتین، در یک قطب بد رو، این به شما داره اذیتتون داره میکنه. بله. و انقدر این دو قطب شما بهش فاصله دادین و جدا از هم اینا رو میدونین و خیلی از اوقات این جدایی رو در نوجوانی ما احتیاج داریم برای خودمون داشته باشیم، چرا که خوب و بد، درست و غلط، و این توی اون چیزی که ما بهش moral development یا موقعی که ما میخوایم از نظر اخلاقی رشد بکنیم، تکامل پیدا بکنیم، احتیاج داریم که اینا رو جدا بکنیم، به تفکیکشون احتیاج داریم. ولی همین جوری که ما از پله تکامل بالا میریم، باید بتونیم کم کم اینا رو به هم نزدیکتر بیاریم و باید بدونیم و باور بکنیم که وحدتی وجود داره، وحدت هستی وجود داره. یعنی این جهانی که شما توش هستین که شاید سه بُعد داره، یه بُعدش رویایی هستش، یه بُعدش خوابه، یه بُعدش هوشیاری یا آگاهی شما هستش، اینا همه با هم در یک فضا هستن و یه مقدار شما با خودتون باید راحت‌تر بشین. حالا از طریق عرفان قرار شما این رو برین و دنبالش برین و پیداش بکنین، خودشناسی هستش یه راهشه، روان درمانی هستش یا روانکاوی هستش یه راهشه، همینی که شما تلفن رو تصمیم گرفتین بردارین و این سوال رو مطرح بکنین از خودتون، این سوالی هستش که شما از خودتون دارین مطرح میکنین، من فکر میکنم قدم خیلی مثبت و محکمی هستش برای این انگیزه یا این غریزه یا این خواسته‌ای که شما دارین. من در مورد شاپلیفتینگ چی رو باید بکنم؟ اصلا نمیدونم، میدونم، یعنی میدونم کار بدیه، میدونم اصلا اینا رو میدونم ولی دست خودم نیست. خب مثلا در اون راه روانکاوی، اگر روانشناس یا روانکاو تشخیص بده که یه بودی از این obsessive compulsive هستش یا همون OCD هستش یا وسواس هستش یا یه جنبه فیزیکی داره یا بیوشیمی داره، اون خودش توصیه خواهد کرد که شما از طریق دارو درمانی به جنبه ای از این رو بتونین آروم بکنین و درمان بکنین. داروها به نظر اصلا میتونن کاری بکنن؟ بیشتر حالت من فکر کنم لمسی و این چیزا به آدم بدن دارو. نه خب دارو یه بخش مثبت خواهد داشت، یه عوارض جنبی خواهد داشت، تا موقعی که شما این اقدام رو نکنین، نرین با یه متخصص صحبت بکنین، اینا باز دوباره حرفی هستش که معنی نخواهد داشت، یعنی در فضا معلق میمونه. برای شما، برای کسی که کمالگرا به این شدت تجربه میکنه، بهترین کار اقدامه، یعنی شما قدم برداری به هر صورت. گفتم اگر میخواین از طریق عرفان این رو بریم دنبالش، خودشناسی هستش، مطالعه خیلی زیاد از نظر روانکاوی و روانپزشکیش، شما باید قدم بردارین، چون نمیتونین، مثال تنیس رو به کار بردیم، نمیتونین بشینین و تنیس رو دربارش فکر بکنین، درسته؟ باید برین تو کورت و باید توپ رو بردارین، راکت تنیستون رو بردارین، باید توپ بزنین. همون بعد تمام وسایل منم باشه، مثلا در این و این یه مثال خیلی خوبی از زندگیه، یعنی ما باید انتخاب بکنیم که آیا میخوایم بشینیم و درباره تنیس فکر بکنیم و یا آیا میخوایم بریم تو کورت و
توپ رو بزنیم و بعد با یک همبازی یا یک کسی که پارتنر ما هستش به اصطلاح بازی بکنیم یا مربی بگیریم که درس ما رو یا به ما تعلیم بده، یاد بده که چجوری بازیمون رو بهتر بکنیم، چون فقط توپ زدن که شما رو تنیس باز قهاری نمی کنه. باید دنبالش بریم، باید مربی بگیریم، باید روش کار بکنیم. اینا کارهایی هستش که من توصیه می کنم. دیگه تصمیم انتخاب با شماست. من میگم توی استخ یا باید آب پر باشه که بتونم شنا کنم یا هیچی، اگه آب نصفه باشه من اصلا نمیتونم شنا بکنم تو اون آب استخ دارم. و این چه احساسی به شما میده؟ تو من عقب نگردشته، من نمیتونم خیلی کارا رو بکنم، نمیتونم با خیلی کسا رابطه برقرار کنم، حسیتون بکنه. ولی وقتی اگه اونو به دست بیارم خب راضیم، کافیه. حستون چیه؟ عذیتم میکنه، یعنی نمیدونم اصلا. اگر اونو به دست بیارم میگم خب راضیم، ولی اگه به دست نیارم این وسط میمونم عذیتم میکنه، اصلا حالت سرخوردگی به هم دست میده. شاید دوست دارین خودتون رو عذیت کنین. نمیدونم اصلا، واقعا نمیدونم. بریم دنبالش. مثلا در مورد شاید مثلا گرفرند باید خوب باشه، باید این باشه این باشه، و حالا اصلا نمیتونم اگه تو راضی هم میشم با کسی نباشم. بریم دنبالش پیدا کنیم چرا. بله مرسی خانم دکتر، لطف کردید. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. از توجه شما به نگاهی به درون و تلویزیون تصویر ایران سپاسگزارم. از کادر فنی برنامه برای برنامه خوبی که ساختن سپاسگزارم و تا هفته آینده شما رو به خداوند مهربون می سپارم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.